به کانال موزیک ماجیک خوش اومدین. چجوری یه قطعه رو بعد حفظ کنی؟ چقدر طول میکشه که یه قطعه رو حفظ کنی؟ چه روشای وجود داره که یه قطعه رو حفظ کنی؟ ماجیک و کاغذتون رو وردارید تا کامل در این مورد براتون توضیح بدم. قبل از هر چیز مطمئن بشید که کانال موزیک ماجیک رو سابسکرایب کردید، این زنگوله رو هم زدید که براتون نوتیفیکیشن بیاد. من هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه براتون ویدیو آپلود میکنم و به شما یاد میدم که چطور یه پیانیست واقعی بشید و آهنگهای مورد علاقتون رو بنوازید. علاوه بر نوازندگی پیانو، شما رو با دنیای موسیقی آشنا میکنم. اگه انگیزه ندارید برای پیانو زدن و خسته شدید از پیانو زدن، حتما این پیج رو سابسکرایب کنید. پیج اینستاگرام موزیک ماجیک هم به همین اسمه، میتونید فالوش کنید چون هر روز مطالب و کویزای جذاب داریم. خیلی ها به صورت ناخودآگاه و با تمرین مستمر قطعه رو حفظ میکنن. به چه صورت؟ وقتی که قطعات بیشتری رو حفظ کنید و سالهای بیشتری نوازندگی کنید. حفظ کردن قطعات برای شما خیلی سریع اتفاق میفته و دیگه نیازی نیست خودتون رو مجبور کنید و به صورت خودآگاه حفظ بشید. برای حفظ کردن قطعه باید انرژی کافی داشته باشید. قبل تمرین حتما غذا و میوه بخورید و همینطور خواب کافی داشته باشید تا انرژی داشته باشید برای حفظ کردن. میتونید از حفظ کردن قطعاتی شروع کنید که واقعا عاشقشون هستید. این باعث میشه که شما راحت‌تر بتونید قطعه رو حفظ کنید. همینطور برای خودتون انگیزه ایجاد کنید. وقتی که شما یه قطعه رو حفظ میکنید، خیلی با تسلط بیشتر میتونید اون قطعه رو اجرا کنید و همینطور باعث پیشرفت کردن نوازندگی شما میشه. من برای حفظ کردن یه قطعه به 1 یا 2 هفته حد اکثر نیاز دارم. حتما از خودتون میپرسید که چجوری همچین چیزی ممکنه. این به خاطر اینه که هم من فرم بلدم، هم تئوری موسیقی که شامل کورد، فواصل و گام ها میشه، پترن های ریتمیک مختلفی رو زدم، همینطور هارمونی کلاسیک میدونم که مثلا این کورد پروگرشن خیلی تکرار میشه در هارمونی کلاسیک، جمله های موسیقی رو میدونم و همینطور تکنیک و دشیفر قوی. تمام اینا به حفظ کردن سریع قطعه کمک میکنه و باعث میشه که بتونم قطعه رو پیش بینی کنم. با استفاده از مواردی که گفتم، بریم یه اتود ساده از چرنی اپوس 599 رو با هم حفظ کنیم. این درس حدوداً بین 5 دقیقه تا 10 دقیقه نهایتاً وقت میخواد تا شما حفظ کنید. اگه هارمونی، کورد، گام ها، تئوری موسیقی و همینطور سولفژ رو به خوبی بلد باشید و همینطور تمرینات مستمر داشته باشید. حالا بهتون میگم چجوری. حواستون هم باشه که وقتی میخواین یه قطعه رو حفظ کنید، کامل باید تمرینش کرده باشید، کامل تسلط بهش داشته باشید و بعد شروع کنید به حفظ کردن. اولین کاری که انجام میدید یه ماجیک برمیدارید تا جمله های موسیقی رو مشخص کنید که من کامل توی این ویدیویی که این بالا منشن کردم جمله موسیقی رو براتون توضیح دادم. اینجا نیم جمله تموم میشه و در ادامه هم دقیقا همین نیم جمله اول تکرار میشه، منتها دو میزان آخرش متفاوته. و اینجا تموم میشه. کل این 8 میزانی که زدم پس یه جمله موسیقیه و ادامهشو میگم. که البته اگه کادانس ها رو بدونید خیلی راحت تر موارد رو تشخیص میدید. و در ادامه و اینجا جمله دوممون تموم میشه. پس در کل ما 2 تا جمله موسیقی بیشتر نداریم که هر کدومشون 8 میزانه. وقتی که جمله های موسیقی رو میدونید، مطمئن باشید که حفظ کردنشون هم براتون واضح تر، چون تسلط بیشتری به درس دارید و وقتی که جمله های موسیقی رو میدونید، دورنمای بیشتری نسبت به کل قطعه دارید و مطمئن بشید حفظ کردن براتون ساده تر میشه. بعد از اینکه جمله های موسیقی رو تشخیص دادید، باید گام درس رو تشخیص بدید. خب فا دیز داریم سر کلید، پس گاممون یا سول ماژور هستش و یا می مینور هستش که از خود آهنگ قطعه میتونیم بفهمیم که گاممون در
ماژور هستش، صدای شادی داره، صدای غمگین نداره. و همطور واسه اینکه مطمئن بشید، اول درس با گام سول ماژور یا همون تونیک شروع شده و در آخرش هم دقیقا همین هستش. حالا بخواید دست چپ رو اول شروع کنید حفظ کردن، خیلی ساده هستش. اگر شما آکوردها رو بلد باشید، این درس کلن دو سه تا آکورد بیشتر نداره که به صورت آرپژ یا در واقع شکسته اومده. اول آکورد سول ماژور اومده که به صورت شکسته میشه. اینو واقعا دیگه نیازی نیست که بشینید دور دور این نوتا رو حفظ کنید وقتی که بدونید آکورد سول ماژور به چه صورته. درجه اول گامم هست و در ادامه ره دومینانت اومده. به صورت شکسته یا آره دوباره زده میشه. باز دوباره سول ماژور داریم و بعد ره ماژور داریم که به صورت معکوس اول اومده و بعد دوباره سول ماژور. کورد پروگرشن هایی که از درجه یک میره به پنج و میره به درجه یک خیلی توی موسیقی کلاسیک مرسوم هستش و دیگه واقعا نیاز ندارید که بعد اینکه سول ماژور رو زدید حالا فکر کنید که باید چه نوتی رو بزنید. پس چیه؟ سول ماژور، ر ماژور، سول ماژور، ر ماژور، دوباره سول ماژور، سول ماژور و ر ماژور. همش همینه. و حالا میخواییم ملودی دست راست رو حفظ کنید. یه نگاهی میکنیم به ملودی، ملودی های پیوسته ای داره و اینجا سولفش خیلی میتونه به شما کمک کنه. وقتی یه آهنگی رو گوش میدید و دوستش دارید، هی شروع میکنید ملودی رو همراه خوندن باهاش و در آخر هم حفظ میشین. اینم هم همینطوره. یه بار میزنم اینو هی میتونید بر خودتون زمزمه کنید. به چه صورت؟ که بتونید زمزمش کنید مطمئن باشید که این ملودی رو حفظش شدید. و شروع کنید دو دستی زدن بعد از اینکه تسلط پیدا کردید و ذهنتون هم حواسش باشه که کلن آکوردامون سول ماژور و ر ماژور هستش. سول ماژور، ر ماژور، سول ماژور، ر ماژور. در ادامه شما اینجا خیلی بهتون جمله های موسیقی کمک میکنه، دوباره همین تکرار میشه ما تا دو میزان آخرش متفاوت هستش. به جای اینکه آکوردا میشه دست اول آماده باشه، دوباره همون رو نمیزنه دست چپ و دست راستم در واقع یک آرپژ از سول ماژور و ر ماژور میزنه که درجه یکش در دست چپه. خب خیلی راحت میتونید یک خط و نیم رو حفظ بشید. با توجه به این مواردی که گفتم و اگر خیلی تمرین کرده باشید قطعا این پترنا رو هزاران بار دیدید و وقتی که این درس رو میبینید نهایت 5 دقیقه تا 10 دقیقه طول بکشه تا این 8 میزان رو حفظ کنید. کردن با دینامیک قطعه قطعه رو حفظ کنید، نه اینکه حالا حفظش کنید و بعد بهش دینامیک رو اضافه کنید. دینامیک هم مثل نوت ها باید حفظ بشه. این نکته رو هیچ موقع فراموش نکنید. با یه مثال براتون توضیح میدم. وقتی دارید پیتزا میخورید به این فکر نمیکنید که دارید گوجه و پنیر و قارچ و اینا میخورید. موقع حفظ کردن هم کاری ندارید که هارمونی، کورد، فرم موزیک به چه صورته. فقط به موسیقی گوش کنید. پس برای محتوای بیشتر یادتون نره که موزیک ماجیک رو سابسکرایب کنید و پیج اینستاگرامش هم به همین اسم میتونید فالو کنید و پیج خودم هم که نوازندگی هم آهنگساز مقرر میدم به این صورته.
لایک، کامنت و شیر فراموش نشه. خدا نگهدار.